به نام خدا سلام عزیز دلم خوب هستی باز با موشه اومدیم میخوایم بریم سراغ درس ریاضی شما سلام سلام بچه‌ها سلام سلام امروز بچه‌ها میخوایم یه درس دیگه از فصل سوم کتابمون رو بگیم اسم درسمون تو فصل اشکال هندسی چون فصل سوم اشکال هندسی بود دیگه اسم درسمون تقارنه تقارن یعنی چی نگاه کن عزیزم به این خطه نگاه کنی بچه شکل ما رو چی کار کرد؟ نصفش کرد نصفش کرد به دو قسمت مساوی تقسیم شد آها آقا موشه شما میتونی یه خط دیگه به من بگی که شکل ما رو به دو قسمت مساوی تقسیم کنه که وقتی بارد. فقط 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 باشه بچه ها دو قسمت مساوی که وقتی تا کنیم گفتن روی هم مثلا نگاه کن آقا موشه مثلا برای این مربعه که من گفتم این خط تقارنه نگاه کن هلی. نگاه کن بچه نگاه کنی درست افتادن در روی هم دیگه میبینی این یه خط تقارنه خب حالا آقا موشه میخواد یه خط تقارن دیگه برای مربع بکشه آقا این آفرین اینجوری هم میشه اینجوری هم میشه خیلی عالیه خیلی عالی یکی دیگه هم داره بچه‌ها نه تموم شد دیگه بچه‌ها یکی دیگه هم داره ای گفتین آفرین آفرین دوست گلم می... اینجوری میکنه انگوش اینجوری میکنه الان نگاه کنی آفرین بله یکی دیگه هم هست اینجوری اینم خط تقارن مربع است این هم نمیافته که چرا میافته نمیافته من قبول بزن... ندارم قبول نداری الان بذار من روی شکل نشونت میدم بچا بریم سراغ میز کارو میخوایم آقا موشه ثابت کنیم اون چیزی که اون دوستمون گفته درسته نگاه کنی مربع رو از اینجا تا بکنی نگاه کن آقا موشه افتاد رو هم من بازم قبول نرم این نصفش نمی اینو نصف شده دیگه بچه هم نه دارم میبینه نصف نشده این ای بابا نگاه کن افتادن رو هم باشه من بر اینکه آقا موشه قانشه اصلا قیچیش میکنم این دفعه نگاه کن آقا موشه اینجوری بوده مربمون نگاه با کن با. اینا آه نگاه کن ای این هم این دوتا مسلس ب خب نگاه کنید بچه ها این همون خطیه که آقا موشه میگفت درسته این دوتا با هم مساوی هن. درسته که این خط این شکل ما رو نصف کرده اما یه چیز دیگه هم تو خط تقارن بود آقا موشه که یادت رفته بود اون این بود که وقتی اینا رو تا میکنیم بیفتن بیافتن رو هم اما دیدی نشد برا مربع شد اما برای مستطیل نه نشد نشد بله بله نشد خب. بر این میخوایم در مورد خط تقارن صحبت کنیم خب یه دونه خط تقارنش آقا موشه شما بگو بفرمایید <applause> <بفهمیم؟ متصفيق> بله آقا موشه، این خط تقارنه رو دوست داره بله الان اگه ما اینو از اینجا تا بکنیم میفته رو هم. اون دوست گلم چی میگه آفرین اجازه بده من اون چیزی که دوست گلم میگه رو بکشم ایشون میگه که از اینجا بله اگه ما این اینجوری هم تا بکنیم باز میفته رو هم؟ میشه. میشه. بله خب آقا یه یدینا... دونه بله اینجا. بله بله آفرین آفرین, آفرین. آقا هم خوب داره میگه آقا موشه کم برتر ورتر بایسته بچه ها ببینن بله آفرین آفرین به شما شما هم داری خوب میگی بله بله درستش چرا آروم میگی شما که به این قشنگی میتونی جواب بدی بله میگه از اینجا بس کنی به اینجا بله اگه اینجوری تا بکنی میفته رو هم یه دونه از اینجا داره دیگه بله بله شکل خط تقارن های مختلفی داره خب بریم سراغ دایره یه خط تقارن دایره رو بگو ام. از کجا تا کجا؟ از اینجا به اینجا آفرین میگه اینجوری خیلی خوبه شما چی میگی؟ آفرین اون دوست گلم میگه اینجوری آهای اینوری آفرین آقا میگه میگه اینوری اون دوست گلم شما چی میگی؟ آفرین میگه اینجوری هم میشه دیگه دیگه یه دونم اینوری داره بله بازم یه دونم گفتی شما بله بله یه دونم اینجوری داره سیاد بچه به نظرتون دایره چند تا خط تقارن داره؟ خیلی خیلی هر چی بکشیم بازم میتونیم بکشین نگاه کن بازم خیلی, خیلی زیاده ها هی hey, بازم هست بازم هست بازم هست یعنی پیزا شبیه پیتزا شد شبیه پیتزا شد بله بریم خط تعاورون این شکلا رو هم پیدا کنیم بچه ها. این چه جوری میشه آقا موشه خط تعاورونش این یه دونه اینجوری داره آفرین آفرین یه دونه اینجوری داره این هم داره داره به نظرتون بچه ها آقا موشه میگه خط تعاورون اینجوری داشته باشه نگاه کنی نگاه کنی اگه اینکه آقا موشه میگه من بکشم آقا موشه خودت نگاه کن اگه من اینجوری تا بکنم آها این ها آه، میمونه بیرون نمیافتن رو نمی بله پس این خط تقارن نیست همون اولی است فقط برای این هم یه برای این چی ای گفتی از این آفرین از اون بسد بله خیلی خوبه آها بچه بچا اینجا با همین نقاشی تقارنی بکشیم چه جوری الان نگاه کن اینجا یه دونه برنامه کشیده یه دونه مربع نارنجی یه دونه مربع قرمز بعد این مربع آبی رو نصفش کرده با خط تقارن دو تا مربع کوچولو شده باشون یه شکل ساخته حالا من و هم همین کار بکنیم تو شکل شما آقاموشه باید از دو تا نصف مربع اینجوری استفاده کنی یه مربع اینجوری و یه مربع اینجوری به من بگو اول اینا رو کجا بذارم بگو نخ... آقا اول یه دونه قرمز اینجا رنگ کنی یه دونه قرمز اونجا رنگ کنیم خب، کجا رنگ کنم اینجا اینجا این که میره توی یکی یکم این ورتر اینجا رنگ کن دیگه. من یه نارنجی هم بغلش یه نارنجی هم بغلش خب اینجا یکم زد خب بعدش حالا اون دو تا رو اینجوری بزنیم روش آفرین آفرین دو تا آبی بزنیم روش چی آموش شکلمو؟ یه خونه یه خونه شو خیلی خوبه حتما شکلی که شما درست میکنید خیلی از شکل ما خوشگل تره حتما هم از من قشنگتر رنگش میکنید پس با این نصف شکل خیلی کارای با مزه میشه کرد تو همین صفحه تازه شاید شما بخوای از شکل بیشتری و نصفه های متفاوتی استفاده کنی شاید شما دلت بخواد مربع اینجوری نصف کنی خب بچه ها. میخوایم این شکلا رو با یه برش به دو نیمه مثل هم تقسیم کنیم نگاه کنی از این شروع میکنم آقا موچه کجا رو برش بزنم؟ اینجا رو آفرین آفرین میشه باجم گفت؟ بله بله میشه اینجا رو بله اینجوری هم میشه بله خب این یکی رو نگاه کنیم بچه ها شما به هم بگو همون خود شما آفرین بله آفرین آفرین میگه یه دونه اینجوری یه دونه اینجوری یه دونه اینجوری نمیشه که اون هاموشه خب اینو بچه ها به من بگید چجوری نصفش کنی اینجوری آفرین اینجوری شما, چ... شما چطور دوست من شما به من بگو چجوری نصفش کنم آقا میگه اینجوری چجوری؟ آها میگه اینجوری بله آقا موچه گوشش بزرگی از من زودتر شنید بله اینو چه جوری نصب کنم بچا یکم سخت ها خوب دقت کنی چه جوری اینجوری اه آقا موچه میگه اینجوری من اون وقت اگه من اینو اینجوری نصب کنم آقا موشه تاش کنم نمیافته رو هم که فهمیدم 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 اینجوری اینجوری آفرین, آفرین 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 به اون بچه که مثل آقا موچه جواب میدن اگه جوابتون اشتباه باشه اشکال نداره همین که فکر میکنی با ارزش عزیزم خب. بچه ها اینو اینو میشه به دوتا اینو میشه یه خط تقارم براش کشی؟ نه میشه اینو یه جوری کشید که رو هم بیافته؟ نه نه, نه. ولی میشه یه خطی بکشی یه جوری که فقط به دو, دو نیمه دو نیمه, نیمه مثل هم ببین این شکله مثل اون مستطیله بود مثل این شکلی بود که بر مستطیل کشیدیم یادتون از بچه ها اگه این مستطیل اینجوری داشته باشیم یادتونه گفتیم که این براش خط تقارن نیست اما به دو نیمه مثل هم تقسیمش میکنه یادتون بله هست بله, بله آقا موشه هم یادش هست اینجا هم همینطور اینجا هر جوری ما اینو تقسیم بندی بکنیم میشه بله اما میشه اینجوری؟ جوری اینجا نیست بله. بله به دو نیمه مثل هم تقسیم کن. این مستطیله با این مستطیله برابر بله. هم بله. اما این خط خط تقارن نیست. نیست بله پس عزیز دلم خط تقارن اینجوری بود که هم به دو نیمه مثل هم تقسیمش کنه هم وقتی تاش میکنیم این نیمه ها بیفتن رو هم الان این خط تقارن نیست ولی این خط تقارن هست چرا وقتی اینو من تا میکنم میفته اونجا مثل همه اون شکلهایی که درست کردیم بله بریم سراغ ساعت خب اینجا ساعت چنده نگاه کنین بچه ها. نگاه کنین ساعت از ده گذشته بین ده و یازده است. پس ساعت دهو. ده و ده آقا یه چیزی جانم یه چیزی ما پیدا کردیم بفرمایید بفرمایید خیلی خط تقارن داره شبیه خط تقارن میشه بله بله نکته جالبی دیده آقا موشه الان نموده صحبت میکنی بچه ساعت چنده؟ ساعت ده و چند دقیقه است آقا موشه؟ پنج ده, ده پونزه بیست بیست و پنج سی سی؟ ما میدونیم شیش سی دقیقه است ده و شی سی دقیقه. دقیقه بچه ها نگاه کنی این چیزی که آقا موشه میگه و این چیزی که آقا موشه دیده درسته ها ببین اقربه دقیقه شما از اینجا شروع کرده حرکت اومده اینجا نصف صفحه ساعت و حرکت, کرد. کرد بله نگاه کنید اقربه یه ساعت شمار وسط ده و یازده است ده و یازده رو نصف کرده ده و یازده رو نصف کرده میگیم ساعت ده و نیمه ده و نیم نگاه کنید بابا ما هم... شاید میگفت ساعت ده و نیمه ما نمیفهمیدیم ما یعنی همین بله یعنی ساعت ده و نیمه همون جوری که آقا موشه گفت نصف سفر رو طی کرده اینجا من یه دونه ساعت دیگه میکشم شما من بگید ساعت چنده آقا موشه بگی حالا که یاد گرفته ساعت شمار کجاست؟ بین عدد دو ساعت دو و دو و سی دقیقه دو و نیمه دو و نیمه آفرین ساعت دو و نیمه خیلی خوب حالا میگه یه دو تمرین خیلی خوب داریم از کتاب درسی آقا موشه میگه ساعت چهار است سه و نیم ساعت بعد از بعد ساعت چهار ساعت چند است خب اول باید اقربه ساعت شمارمون چند ساعت بره جلو؟ سه, بره سه جلو. ساعت بره جلو, یعنی اینجا که ساعت چهاره بشه پنج شیش هفت. هفت. بله یا چهاره بالا علاوه هفت پس اقربه ساعت شمار باید بیاد اینجا این میشه اقربه ساعت شمار, ساعت شمار. اما اقربه دقیق شمار سی دقیقه, با دقیقه باید بیاد جلو سی دقیقه باید بیاد جلو اما یه چیزی بچه ها اگه من بیام بیانی بگم بیگن بیاد اینجا بله اما این که من گفتم غلطه این یه جاش غلطه آقا موشه اگه تونستی بگی بچه ها میتونید بگی دوستمون یه چیزی داره تو ذهنش میگذره نمیگه ولی بگو آفرین میگه وقتی که سه ساعت و نیم میریم جلو یه اقرب ساعت شمارم باید بره جلو یعنی يعني... بین عدد هفت و آها، هش باشه بله بله یعنی وقتی از ساعت چهار سه ساعت میریم جلو میشه 7 نیم ساعت دیگه میشه 7 و نیم 7 و, خب و سی دقیقه خب توی 7 و سی دقیقه عقربه ساعت شمار باید بین هفت و هشت باشه پس این کاری که ما انجام دادیم یه کوچولو ایراد داشت بله عقربه ساعت شما رو بعد بیاد اینجا بین هفت و 8 عقربه دقیقه شما هم اینجا روی شیش. بله روی 6 که 30 دقیقه رو نشون بده خیلی خوبه خیلی خوب آفرین میگه اول ساعت پنج و نیم رو روی صفحه نشون بدی بعد سه و نیم ساعت بعد از ساعت ساعت پنج و نیم رو, رو روی صفحه ساعت نشون بدی بعد سه و نیم ساعت بعد ساعت چند است خب عزیزم اول ساعت پنج و نیم یک دو، سه، چهار، پنج ساعت پنجه موتا پنج و نیم یعنی یه مقدار جلوتر دیگه یعنی بین پنج و شیش درسته بچه ها؟ میشه پنج و آها سی دقیقه. آه، ساعت شمارش دقیقه شمارش اینجا ساعت شمار بین پنج و شیش دقیقه شمار دقیقا روی شیش که سی دقیقه رو نشون میده حالا گفته سه و نیم ساعت بعد ساعت چنده اینجا پنج شیش هفت هف، هف. هشت و نیم؟ بین هشت و نو اینجا آها. عدده یه روی شیش با اولا سه و نیم ساعت بعد نگاه کن عزیزم سه ساعت من برم جلو همینجوری پنج و نیم شیش و نیم هفت و نیم هشت و نیم اما گفته سه و نیم ساعت بعد بری جلو یه دونه نیمه دیگه هم باید بهش اضافه شه یعنی ساعت میشه نو آه یعنی ساعت میشه نو اقربه ایه. ساعت شمار روی 9. اقربه دقیقه شمار اینجا هم بالا, بالا. بله دوست گلم میگه متوجه نشدم آفرین که میپرسی مثل آقا موشه هر که متوجه نمیشود باید آدم سوال کنه دیگه آقا ججی ما با... هم شما هم نفهمیدی نه. خب چرا اولش نگفتی بعد از همه اول تا متوجه نشدید بپرسید بچه ها چه از معلم مهربونتون چه از مامان بابا چه از دوستاتون پرسیدن که اشکال نداره اصلا خجالت هم نداره خیلی هم کار خوبی از منم بپرسید الان دوستمون پرسید من جوابشو داد خب عزیزم نگاه کن از پنج و نیم باید سه ساعت و نیم دیگه بریم جلو خوب گوش کن آقا موشه از پنج و نیم سه ساعت و نیم دیگه باید بریم جلو